بیش از 100 هزار ایرانی در کشور سوئد زندگی می کنند و بیشتر آنها ساکن استکهلم هستند و به همین دلیل رستوران های ایرانی زیادی در این شهر وجود دارد. سیما که بیش از 70 سال سن دارد در مرکز شهر یک رستوران ایرانی دایر کرده. این رستوران با المان‌های ایرانی تزیین شده و بانوان آن را اداره می‌کنند. خب قبل از اینکه جواب سوالتون رو بدم، سوری چای براتون بریزم. من برای این با خانم کار می‌کنم که خیلی از خانم دوست دارن کار کنن و موقعیت کاری ندارن و خیلی از کشور عزیزمون ایران اومدن. دوست دارم تو بازار کار بیان، جذب کار بشن و خانم ها خیلی تمیزتر و مرتبتر هم هستن. به غیر از فضای نوستالژیک، اینجا شرایطی برای آشنایی با ادبیات و جغرافیای طبیعی ایران فراهم است. روی میزها کتاب‌های شعری از شاعران کلاسیک ایران با ترجمه سوئدی در دسترس مشتریان است و سر هر میز کتابی با معرفی یکی از مناطق طبیعی در ایران از خوزستان تا مازندران مشتریان را به سفری به زیبایی‌های طبیعت ایران دعوت می‌کند. قبل از اینکه بخوام با شما مصاحبه کنم، من یه کاری باید انجام بدم. چون وقتی که عزیزان میان میخوام با من عکس بگیرم، من حتما با روژ هم بزنم. بدون روژ نمیشه آقای پوسی. میدونین که من با اینا بزرگ شدم، یعنی خاطرات دارم از اینا. من مجله زن روز هر هفته میخوندم، دنبال میکردم و میدونم که خیلی از کسای دیگه هم مثل من بودن و این خاطرات دوست دارم برای اونام زنده بشه و هم برای اونا زنده بشه، هم فرهنگ قدیممون رو به سوئدیا مثلا نشون بدم، بدونن که مثلا فرهنگ ما چی بوده، قبلا چی بوده. روزی که من اینجا شروع کردم غذا رو، مثلا به سوئدیا گفتم قرمه سبزی می‌خوری؟ نه، قرمه سبزی چیه؟ نمی‌خوردن. با خیلی با اکراه مثلا این کارا. بعدن الان کسایی هستن که همه میان فهم قرمه سبزی می‌خوایم. رستوران‌های ایرانی واهی در غربت هستند، جایی که طعم آشنا و رنگ و بوی فضا فرصتی به غربت نشینان می‌دهد تا برای لحظاتی کولبار هجرت را زمین بگذارند و یاد وطن را در خاطر زنده کنند. مهران عباسیان، سکر. سفر بی خبر از ماتم دل.